سرمایه‌گذاری در کشور نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته است. مولانا بنابری رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری دلیل اصلی این کاهش را افزایش ناامنی‌ها و اختطاف تاجران میداند. در مقابل وی به شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی هشدار میدهد که در صورت عدم تمدید اسناد تجاری فعالیت آنان متوقف و از فهرست سرمایه‌گذاران این اداره خارج خواهند شد. با گذشت نزدیک به 10 سال از حکومت رئیس جمهور کرزی، هرچند سرمایه گذاری در افغانستان رشد قابل ملاحظه داشته است، اما عدم پرداخت مالیه از سوی برخی شرکت های داخلی و خارجی از نگرانی های به شمار می رود که بارها حکومت کنونی آن را مطرح کرده است. از سوی دیگر با افزایش ایجاد شرکت های ساختمانی و لوجستیکی، به اعتمادی آنان به توانی سرمایه گذاری از دیگر مشکلات است که حکومت را سخت نگران ساخته است. به این جهت شما تأیید کنند در هر ما اونا را به نام شرکت های غیر فعال می شناسیم و معلوماتی که در سایه ما هست از سایه می کشیم. در همین حال رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری آلسا از کاهش سرمایه گذاری به دلیل افزایش ناامنی ها و اختطاف تاجران در کشور خبر می دهد. از سوی دیگر مقام های وزارت زمین نقش خانم ها را در سرمایه گذاری به ویژه صادرات افغانستان مهم خوانده و به حمایت زمان در این عرصه تاکید می کنند. به تناسب 2009 یک کمی کمتر شده بود، یعنی مجموع 6% کمتر بود و علت از او اضافه تر من فکر می کنم نگرانی های امنیتی بوده که سرمایه‌گذاری خارجی کمتر شده. شماری از آنان برای آموزش‌های بیشتر در این زمینه به ایالات متحده آمریکا